خرابند وکیلان که خرابند وزیران و زندانیان سیاسی عرب در شکنجگاه شیبان چه خبر؟ میانه چند روز است که برای بدیهی ترین حقوق یک انسان دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهایشان زده است. از زندانیان سیاسی بلوچ چه خبر؟ اصلا میدانید در این سرزمین رنگارنگ که البته این قرنها یک رنگ و سیاهش کردن چند زندانی سیاسی داریم؟ چند عرب بلوچ گوتشی و ترک در این زندانهای دور افتاده در سرزمین خیش غریبانه حبس و شکنجه را تحمل می کنند؟ در این سالها مردم عرب جز سخت طبیعی بیدادگری اعدام و زندان چه دیدند؟ مردم بلوچ چطور کوردشت برامین اسلام شهر حویزه اسیرآباد مفتون مارلیک سراسیا از قربانیان سانترالیست بخبر داریم، از قربانیان فاشیسم شیعی، از سنی بهایی کلیمی نوکیش واندیش آگنوستیک آتئیست، از ضد دیکتاتور، از استقلال عربانی که به جرم مطالبه حق تعیین سرنوشت و خودسامانی تکفیر شدند، از حمزه سواری که 35 ساله است و از 17 سالگی وقتی هنوز به سن قانون نرسیده بود در زندان است و نزدیک به 2 دهه است که حتی یک روز بیرون از زندان را ندیده است چون از حقوق مردم ستمدیده خوزستان دفاع کرد، زیرا پرسید چرا باید روی دریای نفت گرسنه بخوابیم، چرا ثروت ما به مرکز و به جیب فلانی ها می رود و ما در فقر قوطه بریم. آیا تا کنون پرسیدید چرا افراد فاسد که باعث فقر و نابسامانی می شود آنها که به ظلم و فساد مرتزند و مجازات می کنند؟ آیا تا کنون پرسیدید چرا به جای افراد فاسد که باعث فقر و نابسامانی می شود در عوض آنها که به ظلم و فساد مرتزند و مجازات می کنند؟ کدام یک از این کرور حقوقدانان به سخنگوی دستگاه قضایی اعتراض کردن و او را واردار کردن که توضیح دهد چرا گلرخ ایرانی به زندان آمل تبعید شد؟ به کدام دلیل قانونی او را از ملاقات با همسرش محروم کردن و تلاش میکنن آنها را از هم جدا کنند؟ این حقوق بشر بورژوایی چه زمان به وضعیت فاجعه‌بار زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض خواهد کرد؟ چگونه است که این عفو بین‌الملل برای تب کردن خمینی‌های آینده بیانیه صادر می‌کند و مرگ زندانیان ستمدیده دور از مرکز شیبانی‌ها و بلوچستانی‌ها برایش بی‌اهمیت است؟ آیا تا به حال حتی به این تبعیض‌ها توجه کرده‌اید؟ نه هرگز. این اجتماع در خواب است و وکیلانش خود را به خواب زدند و این گونه ستمگر با خاطری آسوده آزادی‌خواهان را سرکوب می‌کند. علی رضا شیر محمد علی رو کشتند و هیچ کس از امیر وزیری به ظاهر زادیار ناظر زندان نپرسید چرا یک منتقد رو کنار دو جنایتکار که می دانستید انگیزه قتل مجدد دارند محبوس کردید. با اینکه بارها اطلاع رسانی شده بود آن دو قاتل بیشتر هم تلاشهایی برای کشتن زندانیان سیاسی دیگری داشتند. خوابند وکیلان که گل و خوارش ها رو چنین مجازات می کنند. خوابند وکیلان که سعید و حمزه ها 2 دهه از عمرشان را محروم از حتی 1 روز مرخصی در زندان می گذارند. از شیبان چه خبر؟ ببخشید خوابتان را پراندم. خراب بودن وزیران، این همه جنایت و اختلاف هرگز عجیب نیست وقتی که همه به فجایع عادت کردیم. ابا دارم از بودن در این مملکت ناانسان ها، ابا دارم از بودن در این سرزمین ناانسان ها، ابا دارم از بیستن کنار این نامردمان زنده کش مرده پرست، ابا دارم از قریدن با کوسه های غری دریا، با کوسه های غری دریا، ابا دارم از قوت خوردن. مرا نخفه ای از گوش لازم آید نبینایی برای چشم، مرا نخفه ای از گوش لازم آید نبینایی برای چشم در قبال دنیای بارونه لجنان روزتان، ابا دارم از بودن، ابا